در مورد یادگیرنده صحبت میکنیم و خصوصیات او. یه چیزی که کمک میکنه به یادگیرنده این درونداد هست، اینپوت هست. زبان رو یادگیرنده میشنوه، اون چیزهایی که دریافت میکنه به عنوان درونداد حساب میشه و حالا اینها رو وقتی یاد گرفت جزء خودش میکنه، یعنی اون چیزهایی که دریافت کرده و یاد گرفت تبدیل به دانش شد. این دانش در مغز یادگیرنده ذخیره میشه و جزئی از مغز او میشه، دانشی هست اونجا. حالا از این دانش میتونه کمک بگیره برای صحبت کردن که آوتپوت یا برونداد گفته میشه. پس برای اینکه زبان رشد بکنه ما یه درونداد لازم داریم که این درونداد تبدیل بشه به دانش زبانی و بعد اون دانش زبانی ازش استفاده بشه، برونداد ایجاد بشه، ما زبان رو به کار بگیریم. خب این درونداد حالا ممکنه انواع مختلف داشته باشه. یکی از اونها فارنر تاک هست. ببینید شما وقتی با یک خارجی روبرو میشید که زبان شما رو خوب بلد نیست، شما زبانتون رو منطبق با فهم او به کار میگیرید، سعی میکنید طوری حرف بزنید که بفهمه شما چی دارید میگید. این رو میگیم فارنر تاک، که یک نوع درونداد هست به یادگیرنده داده میشه و یادگیرنده اون رو میگیره و روش کار میکنه، ذخیرش میکنه و یادگیری حاصل میشه. حالا از این نوع ممکنه تیچر تاک هم داشته باشیم، معلم سر کلاس یه طوری حرف میزنه که حتما شاگردا بفهمن، زبانش رو منطبق میکنه با دانش یادگیرنده ها. اینها نوعی از درونداد هستند. حالا میرسیم به negotiated input، دروندادی که از طریق مذاکره و مبادله زبانی ایجاد میشه. یادگیرنده با دیگران صحبت میکنه، با اونها که زبان رو بلدن یا با یه گویشور زبان داره صحبت میکنه. اون چیزی که گویشور زبان میگه برای یادگیرنده درونداد هست، اینها رو میگیره، دریافت میکنه و بعد میتونه از اونها استفاده بکنه و برونداد خودش رو تولید بکنه. این درونداد مذاکره‌ای یا مبادله‌ای در اینجا یه نمونش اومده. non-native speaker، این گویشور زبان نیست، زبان رو خوب بلد نیست، با یه نیتیو سپیکر داره صحبت میکنه که گویشور زبان هست و زبان رو درست به کار میگیره. حالا یه تصویری دادن به این یادگیرنده که تصویر پرنده ای درش هست و میخواد بر اساس اون تصویر حالا صحبت بکنه. میگه I see but my picture. ببینید ساختار کامل انگلیسی نیست، این همون interlanguage هست، اون زبان بینابین یادگیرنده هست. گویشور میگه You see what in your picture. این but رو میبینه که خب این اشتباه هست، منتها نمیگه باد غلطه درستش کن. هیچ وقت ما اینجوری برخورد نمی کنیم با یادگیرنده یا با بچه ها که دارن زبانشون رو
رشد میدن. You see what in your picture? I see but my picture. یعنی in your picture هم این هم حالا گرفته نشد، جذب نشد، شنید ولی جذبش نکرد که بعد بکنه به بکنه آوتپوت. نیتیو سپیکر حالا ببینید این سوال رو که میکنه، این نوعی مذاکره در واقع میخواد کمک بکنه به نان نیتیو سپیکر که فرم صحیح رو درست بگه. یعنی یه چیزی الان گفتی، یه اشکالی یه جایی داره، من نمیفهمم. You see what in your picture؟ که این رو اصلاح بکنه. اصلاح نمیکنه، همون رو تکرار میکنه. حالا مشخصا میخواد بگه اشتباه کجاست. But yes، باز میگه but. Do you mean bird؟ حالا گویشور زبان فرم صحیح رو میگه. Do you mean bird؟ آه bird، yes. خب این رو شنید، این حالا شد input یا درون داد برای یادگیرنده، output خودش رو درست کرد. به جای bird حالا میگه bird. این نوعی از درون داد هست که با مبادله با گویشور، با مبادله با بکارگیرندگان زبان ایجاد میشه و به تدریج زبان رشد میکنه. حالا در این ردیف تأکید روی یادگیرنده میرسیم به تاسک بیست لرنینگ. کامیونیکتیو لنگویج لرنینگ رو گفتیم که در اونجا کاربرد زبان مهمه، ما باید یاد بگیریم زبان رو چجوری به کار بگیریم. یکی از شاخه هاش میشه تاسک بیست لرنینگ، یادگیری کارمحور. کاری رو میدن که یادگیرنده انجام بده، حالا تمرینی هست، یه مسئله ای هست باید حل بشه، با هم میشینن در ضمن این که دارن زبان رو به کار میگیرن اون کار رو انجام میدن و کاملش میکنن و این خودش کمک میکنه به یادگیری زبان اونها. بعد هم نتیجه رو میتونن گزارش بکنن که کاربرد زبان هست. این هم تاسک بیست لرنینگ. تو یکی از اون سوال کنکوری که داشتیم در مورد روش ها تاسک بیست بود، من اونجا دیگه روش تاکید نکردم، حالا میتونید برگردید دوباره نگاش کنید. میرسیم به کامیونیکتیو کامپتنس، توانش ارتباطی. این واژه کامپتنس و پرفورمنس در مورد زبان رو چامسکی مطرح کرد و گفت که زبان دانش هست، زبان عادت نیست، زبان از طریق تقلید حاصل نمیشه، دانش هست. ما زبان رو بلدیم، دانش اون زبان رو داریم، قواعد اون زبان رو میدونیم و همه این در مغز ما هست. خب اومد این توانش زبانی رو که linguistic competence بود تعریف کرد که ما این دانش رو داریم و این دانش همه قواعد زبانی رو شامل میشه و همیشه ساختهای خوش فرم میسازه و هیچ چیز بد فرم نمیسازه. خب این دانش رو اگه شما داشته باشید، بر اساس این دانش میتونید زبان رو به کار بگیرید که پرفورمنس داشته باشید. یعنی اول باید کامپتنس ایجاد بشه، ما اون دانش زبانی در مغزمون ایجاد بشه
و بعد بر اساس اون دانشی که داریم زبان رو به کار بگیریم و تولید کنیم، پرفورمنس ایجاد بشه. بعدها هایمز اومد گفت که این چیزی که چامسکی میگه توانش زبانی یا linguistic competence کافی نیست برای ایجاد ارتباط. درسته اونو باید داشته باشیم، دانش زبانی رو داشته باشیم، ولی اگر شما دانش رو داشته باشید بلد نباشید که اون زبان رو در یه شرایط خاصی چجوری به کار بگیرید، اگر بلد نباشید که با طرف خودتون اونطور که لازم هست ایجاد ارتباط بکنید و زبان رو به کار بگیرید، خب اون کافی نیست، اون دانش زبانی. علاوه بر اون دانش زبانی باید کاربرد اون رو هم ما بدونیم، باید بدونیم که این زبان رو چجوری به کار بگیریم. و اینجا هست که توانش ارتباطی معنی پیدا میکنه. ما توانش ارتباطی باید داشته باشیم که این توانش ارتباطی شامل توانش زبانی هم میشه، یعنی یکی از اجزایش دانش زبانی است. زبان رو بلد باشیم، دانشش رو داشته باشیم و بعد بدونیم این دانش رو در شرایط مختلف چجوری به کار بگیریم. این communicative competence یا توانش ارتباطی 4 بخش داره که این 4 بخش لازم هست برای ایجاد ارتباط موفق. یکی grammatical competence هست که همون توانش زبانی است، همون linguistic competence هست. اگه یادتون باشه ما گفتیم در زبانشناسی grammar, linguistic knowledge, competence اینها به صورت مترادف به کار برده میشن. حالا اینجا که میگیم grammatical competence یعنی همون linguistic competence، توانش زبانی، دانش زبانی رو باید داشته باشیم. علاوه بر اون باید sociolinguistic competence هم داشته باشیم، یعنی توانش اجتماعی زبانی. بدونیم در شرایط مختلف اجتماعی چجور از این دانش زبانی استفاده بکنیم. مثلا اگر سر کلاس هستم زبان رو یه جوری به کار میبرم طبق اون توانشی که دارم، شرایط رو برای خودم میسنجم، بعد تصمیم میگیرم که در این شرایط چجوری حرف بزنم. اگر با استادم دارم حرف میزنم این تأثیر میذاره در کاربرد زبان من و اون متفاوت است با وقتی که با بچم دارم حرف میزنم. اینها مربوط میشه به sociolinguistic competence، توانش زبانی اجتماعی که ما شرایط رو بتونیم درک بکنیم، بعد اون دانش زبانی رو که داریم مطابق با این شرایط انتخاب بکنیم به کار بگیریم. یه جایی میتونم بگم بشین، یه جایی باید بگم بفرما بشین، یه جایی ممکنه بگم لطفا بشینید. شرایط اون اجتماعی فرم خاص زبانی رو به من میگه که انتخاب بکنم. پس دانش زبانی تنها کافی نیست که من بلد باشم ساختارهای درست بسازم. آره این ساختارهای درست رو اگر در جای غلط به کار بردم موفق نخواهم بود. اون جایی که باید بگم بفرما بشین، بگم بتمک، ارتباط درستی نخواهم داشت. پس این sociolinguistic
کامپتنس رو باید ما داشته باشیم. استراتیجیک کامپتنس، توانش استراتژیکی، با توجه به شرایط اینها بدونیم که در اینجا الان چه کاری میشه کرد، یا همراه با اون کامیونیکتیو استراتژی رو با بتونم به کار بگیرم. یک نوع شگردهایی هست که به ما کمک میکنه بتونیم ارتباط رو حفظ بکنیم، بتونیم زبان رو درست به کار بگیریم و به اون هدفمون برسیم. در مورد کاربرد زبان دوم، خب ما استراتژی های زیادی میبینیم که در کامیونیکیشن به کار میگیریم. حالا یک مثال از نوه خودم بزنم که در این کامیونیکیتیو استراتژی چه شگردی رو به کار برد برای لغتی که بلد نبود. یه اسباب بازی از مال پدرش از قبل مونده بود، بچگی های پدرش، من دادم بهش. یک ماشین آتش نشانی بود. این ماشین نردبونش شکسته بود. حالا این بچه اسباب بازی رو گرفته، میخواد بگه که این نردبونش کو. لغت نردبون رو بلد نیست و خب منم نمیفهمم که چی رو میخواد بگه که نیست. خب این ماشین رو دادم بهت بازی کن دیگه. حالا اون کامیونیکتیو استراتژیش رو به کار برد، شگرد ارتباطی رو به کار برد. اونجا که نشسته بودیم نزدیکمون نردبون بود، اونو نشونده، گفت اون چیه؟ گفت اون نردبونه. گفت پس این ماشین نردبونش کو؟ این رو میگیم کامیونیکتیو استراتژی. شما بلد باشی چجوری ارتباط رو برقرار بکنی. حالا اگر این استراتژی رو به کار نمیبرد، باید ساکت میشد، اون لغت نردبون هم یاد نمیگرفت و نمیتونست بیان بکنه. حالا در زندگی روزمره ما از این جور چیزا خیلی پیش میاد. مثلا گوینده زبان رو خوب بلد نیست، لغت رو میخواد بگه بلد نیست، از طرف مقابل کمک میگیره. ها شما چی میگید اینو؟ این یه جوری توضیح میده. اینا همه مربوط به استراتژی میشه و لازم هست برای این ایجاد ارتباط. خب این قسمت هم یه استراحت بکنیم، دوباره برگردیم.